سلام بینندگان عزیز تلویزیون رسا، در میزگردی دیگر از مجموعه میزگردهای نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع نسبت اسلام و حقوق بشر میپردازیم. ابتدا به گزارش کوتاهی در این رابطه توجه کنید. نسبت اسلام و حقوق بشر یکی از دغدغه‌های جدی متفکران اسلامی در دوره معاصر است. اگر بپذیریم که اکثریت ایرانیان به اسلام اعتقاد دارند و یک زیست مسلمانی را ترجیح می‌دهند و اگر بپذیریم که معیارهای جهانی حقوق بشر یکی از معیارهای پذیرفته شده در میان مردم ایران نیز هست، در مواردی این معیارهای حقوق بشری با اسلام به معنای عمل به بخشی از دستورات متون مقدس تعارض و تضاد پیدا می‌کند. این تعارض اسلام و حقوق بشر بیشتر در زمینه مجازات‌های حدود و قصاص مورد ایراد است، اما در ابعاد دیگر هم در نسبت اسلام و حقوق بشر تعارضاتی دیده می شود که از جمله می توان به تبعیض میان حقوق زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان و حتی شیعه و غیر شیعه اشاره کرد. متفکران اسلامی تلاش کردند از راه‌های دروندینی و بروندینی به تعارض اسلام و حقوق بشر بپردازند و مشکل را حل کنند. برخی با تکیه بر اصول کرامت و حرمت انسان و برخی با تکیه بر اصل عدالت، برخی با استفاده از اینکه این مجازات‌های خشن موجب وحن اسلام می‌شود و برخی نیز با تعطیل مجازات‌های حدود در عصر غیبت امام دوازدهم راه‌های دروندینی را در پیش گرفتند. بی تردید مهمترین مسئله‌ای که باید از سوی متفکران مسلمان در زمینه تعارض اسلام و حقوق بشر حل شود، تصریح احکام متون مقدس اهم از قرآن، سنت پیامبر و امامان شیعه بر مواردی است که امروز نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. به زبان ساده‌تر، متفکران اسلامی ابتدا باید تکلیف خودشان را با آیات و احادیثی مشخص کنند که صراحتاً حاوی دستوراتی است که در فرهنگ امروز دنیای مدرن آن دستورات خشن و ناقض حقوق بشر تلقی می‌شود. قطع دست دزد، شلاق، پرت کردن از کوه و سنگسار نمونه‌هایی از این مجازات‌های خشن است که برخی در قرآن و برخی نیز در احادیث آمده است و فقها و حقوقدانان اسلامی بر آن پایه مقررات جامعه اسلامی را مدون می‌نمایند. مسئله نسبت اسلام و حقوق بشر، اگر در اسلام دو متن مقدس قرآن و احادیث مبنای عمل قرار بگیره و اگر در مسئله حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نرمها و هنجارهای مدرن حقوق بشر مبنای زندگی و زیست امروزی مردم دنیا و به ویژه شهروندان ایرانی بخواد قرار بگیره، در مواردی با تعارض و تناقض بین این دو مواجه هستیم. در برنامه امروز در خصوص نسبت اسلام و حقوق بشر در خدمت آقایان دکتر ابوالقاسم فنایی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه بیرمنگام و جناب آقای رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، دینپژوه و فعال ملی مذهبی هستیم. سوال رو از آقای علیجانی آغاز می‌کنیم که همونطور که می‌دونید و بارها هم بحث شده در این رابطه، در متون مقدس مبنای عمل حقوقدانان و متفکران اسلامی که قرآن و احادیث هست، مواردی در تعارض و تضاد با مبانی حقوق بشر شاهد هستیم. اگر بپذیریم که بخوایم در جامعه ایران یک زیست مسلمانی داشته باشیم و اکثریت جامعه مسلمان باشند، چگونه میشه هم این مبانی اسلامی رو مبنای عمل قرار داد و هم به حقوق بشر که به عنوان یک نرم و هنجار زیست امروزی مدرن جامعه هست عمل کرد؟ به نام خدا، دوست همه انسان ها، با تبریک فرارسیدن عید فطر خدمت هموطنان. همونطور که فرمودین، بحث اسلام و حقوق بشر یکی از پرسش هایی است که امروز در رابطه با زیست مؤمنانه مطرح است. شاید این پرسش رو بشه ذیل بحث و پرونده بزرگتری به اسم دین و دنیای جدید، متون مقدس و دنیای جدید قرار داد. البته این پرسش شاید فقط برای در جامعه ایران به ویژه فقط برای مؤمنان مطرح نباشه، به علت حاکمیتی که در ایران هست و داعیه دینی داره، به هر حال همه شهروندان ایرانی با این مسئله مواجهند، چه بدان معتقد باشند و چه نباشند. به علت سیطره‌ای که به ویژه نظرگاه فقهی در بر زندگی روزمره انسان‌ها داره، ما این مسئله رو در رابطه با مسائل زنان و جنبش زنان دیدیم و در یک فرایند عملی بسیاری از کسانی که
شاید معتقدات دینی هم ندارن وارد این مباحث شدن و دیدن که با زندگی روزمرهشون سر و کار داره. بنابراین این پرسش شاید برای بسیاری از شهروندان ایرانی پرسش جدی باشه، حالا چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی. نکته دیگر این هست که ما این پرسش رو به هر حال در قرون اخیر باهاش مواجه شدیم. شاید صده‌های طولانی مؤمنان بعدیان گوناگون، دین یهود، زرتشت، مسیحیت و دیگر ادیان با زندگی روزمره‌شون زیست مؤمنانه هم داشتن، ولی این پرسش چندان برایشون مطرح نبوده. یعنی باید توجه داشته باشیم که این پرسش خود پرسشی تاریخی است و یک پرسش فراتاریخی نیست و به نوعی در قرون متأخر و معاصر هست که این پرسش مطرح شده و می شود ریشه‌یابی کرد که چرا. باز هم یک نکته‌ای یا تکمله‌ای به پرسش شما من در این بخش اول بزنم این هست که از متون مقدس در قرون جدید دو صدا شنیده می شود، نه یک صدا. مثلا در رابطه با حقوق بشر و یا در رابطه با ذیل اون میشه در رابطه با حقوق زنان، حقوق کودکان و به طور کلی نسبت دین و دموکراسی، دین و آزادی، دین و حقوق بشر، دین و توسعه، دین و حقوق زنان و و و این پرسش رو میشه عام‌تر در نظر گرفت. یک صدایی که از دین شنیده میشه و عمدتاً نواندیشان دینی اعم از مؤمنان در دین یهود، مسیحیت، اسلام، زرتشت و غیره رو اون صدا تکیه میکنن، صدایی است که همسو و همراه هست با دنیای جدید، با نرمهای این جهان جدید، با مناسبات جهان جدید. به طور مثال وقتی بحث حقوق بشر مطرح میشه، نوع اندیشان دینی مسلمان میگوین که در اسلام انسان موضوعیت داره، کرامت انسان به رسمیت شناخته شده، در دین جبر و اجباری نیست، پیامبر تنها مسئول ابلاغ دین هست، در اسلام ما شوراها رو داریم، در اسلام ما مثلا حقوق زنان رو داریم، در اسلام زنان خود شأن انسانی دارن، زن و مرد بر هم ولایت دارن، خانواده بر اساس مودت و رحمت بنا شده، در اسلام گناه اولیه به گردن حوا قرار داده نشده و امثال این نکات متعددی که از قرآن یا از سنت فکت آورده میشه. خب این یه صدایی است که مطرح میشه و دین رو با دنیای جدید تطبیق میده، با نیازها و با در واقع فرهنگی که در جهان جدید به وجود آمده. اما صدای دیگری هم هست که حالا ما در جمهوری اسلامی این رو در عرصه عمل دیدیم، شاید در مباحث نظری و تئوریک رو بخش‌های دیگری از دین تکیه می‌کنه. یعنی در مقابل این نوع اندیشان گفته میشه که در متن مقدس فقط این مفاهیم نیامده، مفاهیم دیگر یا احکام دیگری هم آمده است. مثلا یعنی تکیه به پیاده شدن بیشتر اونچه که در نص صریح متون مقدس هست و تاکید بر اون. آقای دکتر فنایی، نظر شما در این رابطه چیه؟ این نسبت اسلام و حقوق بشر رو چگونه ارزیابی میکنید و منشأ تعارض و اختلافی که در اینجا وجود داره رو چی میدونید؟ بله، عرض شود که من قبل از اینکه یک نکاتی رو عرض کنم خدمتتون، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان شما و عید سعید فطر رو تبریک میگم به همه. در مورد بحث رابطه حقوق بشر و اسلام، به نظر من مشکل اساسی از صورت مسئله ناشی میشه. یعنی اگر ما تلقی درستی نداشته باشیم از ماهیت این مسئله و جایگاه این مسئله، طبیعتاً راه درستی رو برای حل این مسئله در پیش نخواهیم گرفت. اونجوری که به نظر من میاد، این تعارضی که در اینجا در واقع وجود داره، تعارض بین خود اسلام و حقوق بشر نیست، بلکه در واقع تعارض بین فهم ما از احکام اسلام از یک طرف و فهم ما از حقوق بشر از طرف دیگه هست. به تعبیر فنی تر، این تعارض یک تعارض وجود شناسانه و معناشناسانه نیست، بلکه یک تعارض معرفت شناسانه است. اگر این تعارض رو ما قبول بکنیم که در واقع یک تعارض معرفت شناسانه است، اون وقت معنای این سخن این میشه که برای حل این تعارض ما باید بریم
سراغ معرفت شناسی. یک مشکلی که در اون تلقی سنتی نسبت به حقوق بشر وجود داره اینه که در اون تلقی کل مسئله حقوق بشر رو و نسبت حقوق بشر با اسلام رو این رو به عنوان یک سوال درون دینی مطرح میکنن یا به عنوان یک سوال فقهی مطرح میکنن. اگر کسی بپرسه که آقا این حقوق بشر از نظر اسلام پذیرفتنی هست یا پذیرفتنی نیست، هواداران اون دیدگاه سنتی برای اینکه مشروعیت یا عدم مشروعیت حقوق بشر رو و سازگاری و عدم سازگاری حقوق بشر با اسلام رو نشون بدن میرن سراغ متون دینی یعنی قرآن و سنت و سعی میکنن که دیدگاه و رأی این متون رو با استفاده از همون روش سنتی اجتهاد که در فقه سنتی مرسوم هست اون نظر اسلام رو از این طریق در واقع استنباط کنن. من به نظرم میاد این ناشی از همون تلقی نادرستیه که اون هواداران دیدگاه سنتی دارن نسبت به در واقع صورت مسئله‌ای که ما در اینجا باهاش مواجه هستیم. اما اگر ما بپذیریم که مسئله ما یک مسئله معرفت شناسانه است، اون وقت به جای اینکه بریم سراغ فقه باید بریم سراغ معرفت شناسی فقه، یعنی باید بریم سراغ فلسفه فقه. به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم که مسئله حقوق بشر و سازگاری و عدم سازگاری حقوق بشر با اسلام یک مسئله فقهی نیست، بلکه یک مسئله مربوط به فلسفه فقه هست. بنابراین برای حل این مسئله هم ما باید بریم سراغ فلسفه و از روش فلسفی استفاده کنیم برای حل این مسئله. یعنی عملا اون چه که تصریح متون مقدس اهم از آیات قرآن و احادیث هست رو به دلیل اینکه تعارض داره با حقوق بشر باید رها کرد و به سمت فلسفه فقه و معرفت شناسی فقه رفت؟ نه من اصلا، ببینید اگر ما بخوایم بگیم که خود اسلام یا متون اسلامی با حقوق بشر تعارض دارن باید اون متون رو بفهمیم. شما تا یک فهم ولی تصریح این متون رو چه باید کرد؟ اون تصریح در واقع یک فهمیه که شما از اون متن دارید. شما هیچ موقع به اون متن دسترسی به واسطه ندارید. هر وقتی ما راجع به اون متن صحبت میکنیم در واقع داریم راجع به برداشت خودمون از اون متن سخن میگیم. هر کسی که میگه اسلام این رو میگه در واقع باید بگه که به نظر من اسلام این رو میگه. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه برای فهم اون متن ما باید اون متن رو تفسیر بکنیم و برای تفسیر متن ما نیاز داریم به روش تفسیر. ولی در آیات قرآن تصریح در فقط و عیدیه ما و یه سری مجازات ها و بعضا مواردی که نقض حقوق بشر برداشت میشه با اندیشه و حقوق بشر امروزی یه سری موارد تصریحی ما در آیات قرآن و احادیث داریم، اینها رو چه باید کرد؟ به نظر من حکم اونجا هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی اونها هم باز باید فهم بشه، حتی باید تصریح و صراحت اون یعنی فهم دین هیچ موقع بدیهی نیست، نه بدیهیه و نه قطعیه. به خاطر اون مقدماتی که شما باید طی بکنید تا برسید به یک برداشت و استنباطی از متون دینی و اون مقدمات همه ظنی هستن، اون نتیجه‌ای هم که شما می‌گیرید نسبت به معنای متن اون نتیجه ظنی و احتمالی هست. آقای علی جانی، یکی از اصول مهمی که در معارف دینی بهش توجه میشه اصل کرامت انسان هستش که به نظر میرسه که در بحث مجازات هایی که در فقه ما وجود داره این بحث کرامت انسان لحاظ نشده. آیا میشه از منظر کرامت انسان و حرمت انسان که هم در آیات و در هم احادیث بهش بسیار تاکید و پافشاری شده نوع نگاه به حقوق بشری رو به گونه ای با دین تطبیق داد یا حتی این بحث رو به سمت بحث‌های بروندینی کشوند؟ بله، البته اگه اجازه بدین تو سوال قبلی مکس بیشتری بکنیم در واقع به همین سوال خواهیم رسید. من در بخش قبلی گفتم صدایی که از متون مقدس در دنیای جدید شنیده میشه دو صداست. این صدا در زمان تاریخی خودش یک صدا بوده، یعنی در آن زمان مجموع آیاتی که در رابطه با زنان مثلا نازل شده مجموع اینها یک جهتی رو پیش میبرده و اون جهت به نفع زنان بوده. حالا در دنیای جدید یک صدای متفاوتی از متن شنیده میشه که اون صدا در این دنیا مغایر حقوق زنان تلقی میشه.
مثلا کرامت انسان که شما گفتید یک صداست و صدای دیگری که به تعبیری بر تفوق مرد بر زن رو میپذیره یا تبعیض مردان و زنان رو میپذیره یا برخی مجازات‌های جسمانی و فیزیکی داره که در دنیای جدید خشونت تلقی میشه، اینا در دنیای جدید قدیم این تلقی ازش نبود. بنابراین متون در زمان خودشون تک صدایی بودند، ولی به مرور زمان با تغییر و تحولات فرهنگی و مناسبات اجتماعی اقتصادی این تبدیل به دو صدا شده. حالا نواندیشان دینی که در سوال دوم شما هم در واقع تبلور داشت رو اون کرامت انسان می ایستند، ولی فقها یا برخی از منتقدین دین به صدای دیگر هم اشاره میکنند. بنابراین ما در ابتدا باید بپذیریم این دو صدا وجود داره و من تصورم این است که نه از روش اجتهاد سنتی و نه بر اساس روش‌های حالا موسوم به روش‌های هرمنوتیکی و قرائت‌های متفاوت نمی‌شود مشکل این دو صدایی رو حل کرد. مشکل دو صدایی هم دار فراتر از این روش هاست. حالا در ادامه میشه بهش رسید. شاید اگر گامی عقبتر بریم یا به سمت مبانی عمیق‌تری پیش بریم، یعنی بحث فلسفی دین بحث بکنیم، این بحث رو شاید بهتر بشه به این نسبت این دو صدا رو پاسخ داد. به گمان من چه به لحاظ عملی، چون ما در وضعیت پس از جمهوری اسلامی هستیم، شاید در برخی از کشورهای منطقه کشورهای مسلمان نشین این بحث برایشون صرفا یک بحث نظری باشه، یک بحث تئوریک باشه، ولی برای مردمی که در ایران زندگی میکنن این بحث با زندگی روزمرهشون، با حقوق روزمرهشون، از کودکی تا پیری، از بیمارستان تا قبرستان در واقع نسبت داره. بنابراین برای ما ایرانی ها یک بحث کاملا وجودی و عینی و اساس است و کل پروژه نواندیشی دینی به گمان من بایستی به این پرسش پاسخ بده که نسبت این دو صدا رو، مثلا نسبت کرامت انسان رو با مثلا با این مجازات ها چگونه تبیین میکنه، نسبت رابطه بر اساس مودت و رحمت بین زن و مرد رو با مثلا اجازه زدن زنان توسط مردان یا با تعدد زوجات یا با طلاقی که عمدتاً دست مردها هست، این رو چگونه این دو صدا رو تبیین میکنه. خب برخی نیروهای غیر مذهبی یا ضد مذهبی و برخی از فقها به صورت ناخواسته اینجا هم جهت میشن با هم، اونها میگویند دین فقط آنی نیست که نواندیشان دینی میگویند. نواندیشان دینی به گمان من هم میوه دین رو سوا کرده عرضه میکنند و اگه در هم عرضه بکنند دقیقا ما با این دو محصول مواجهیم. حالا در تعیین نسبت این دو، یکی از راه حل ها راه حل بحث قرائت هاست، بحث فهمه. ولی به هر حال من معتقدم این بحث قرائت، انواع قرائت ها، بحث فهم به هر حال در نهایت اگر ما حالا بحث هرمنوتیک هم خب باز همون سوال پیش میاد آقای علیجانی که اگر بحث قرائت ها و فهم رو مبنا قرار بدیم صراحت دستورات رو چه باید کرد؟ دقیقا من همین نکته رو میخوام بگم که بحث هرمنوتیک یه جاهای پاسخگو نیست، یعنی فقط صورت مسئله رو تبیین میکنه، راه حلی ارائه نمیده. ما نمیتوانیم به طور مثال وقتی که در اتو زدن زنان، حالا من یه نگاه تاریخی دارم بعدا توضیح میدم، وارد این بحث فهم ها و قرائت ها میشیم جدا از بحث فلسفه دین. خب ما دیدیم در برخی از نواندیشان دینی هم ضرب رو، کلمه ضرب رو در اینجا رفتن و به نوعی معناش رو تغییر دادن، توسعه معنایی ایجاد کردن و نهایتا زدن به نوازش استحاله شده، در حالی که این هم به لحاظ لغت شناسی نادرسته، هم به لحاظ فهم تاریخی، هم به لحاظ شأن و نزول، یعنی در اینجا دچار تکلف شدند. بنابراین ما هیچ گریزی نداریم که بپذیریم بر اساس، یعنی به هر حال یک فهم محصلی در نهایت وجود داره. یا حالا در هرمنوتیک هم گرایش‌های مختلفی است، مؤلف محور هست، خواننده محور هست، متن محور هست. من خودم به متن و ساختار متن بهای بیشتری میدم. به هر حال در اینجا هم یک گرایش در واقع اهل علمی که در اون رشته وجود دارن، یک اجماعی یا گرایش غالبی وجود داره که از این آیه، از این حدیث فهمی میکنه، در طول تاریخ واژگانی وجود داشته، فهمی از این آیه وجود داشته. ما نمیتوانیم فهم از اون آیه رو امروز دگرگون کنیم، این دچار یه نوع آنارشیزم معرفت شناختی خواهیم شد. پس ما باید در ابتدا بپذیریم این دو صدا وجود داره. حالا ببینیم با این دو صدا چگونه میشه برخورد کرد. بله. من این رو اگر فرصت باشه در سوالهای بعدی بله. روی کرد خودم رو توضیح خواهم داد. آقای فنایی، به هر حال یکی از مواردی که به عنوان مصادیق تعارض و در واقع پارادوکس بین اسلام و حقوق بشر طرح میشه بحث تبعیض ها هستش در
مقررات و حقوق اسلامی، تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض حتی در مواردی در معارف شیعه، تعریف تبعیض بین شیعه و سنی، این تبعیضها آیا باز برخواسته از همونچنان که گفتید فهم و معرفت از دین هستش، یا در سیر تاریخی این اضافه شده به معارف دینی؟ شما به نظر من میاد که هر دو رو میشه گفت، یعنی این بستگی داره به این که شما منظورتون از اضافه شدن چی باشه. این در سیر تاریخ، در فقهای تاریخی فهمشون رو طبیعتاً یه فهمیه که ما از دین داریم و این خودش تاریخچه‌ای داره، و اگر بپذیریم که هر فقیه فرزند زمان و مکان خودش هست، طبیعتاً میتونیم بگیم که اون ظرف تاریخی که اون فقها درش زندگی میکردن تأثیر داشته در این فهم و برداشتشون از متن دینی. در واقع ادعایی که من توی اون دور قبل مطرح کردم همین بود که فهم متون دینی در واقع دو رکن داره. یه رکن درونیه که همون قرآن و سنت هست، و یه رکن بیرونی هست که اون پیش‌فرض‌هایی هستش که ما باید به متن اضافه بکنیم تا بتونیم از متن یک استنباطی رو داشته باشیم. همون روش استنباط سنتی رو که شما در نظر بگیرید که مورد قبول قاطبه فقیهان سنتی هست، اون روش استنباط در واقع یه چیزی نیست که شما از خود متن بتونید در بیارید. اون روش رو خود اونها ادعا دارن که ما این رو از عقلا میگیریم. به عنوان مثال اینکه ظاهر تعبیرات خداوند حجت هست، یا اینکه خبر واحد حجت هست و از طریق خبر واحد ما میتونیم سخن پیامبر یا امام رو بهش برسیم، اینا همه مبانی عقلایی داره از نظر اونها. یعنی یک سری پیش‌فرض‌هایی هستش که اینها از بیرون دین اخذ کردن، بعد اونها رو ضمیمه کردن به اون متون، ترکیب این پیش‌فرض‌ها با اون متون به اون نتیجه و اون فتوا و رأی فقیهانه رسیده. اون پیش‌فرض‌ها در واقع دو دسته است. بعضی از اون پیش‌فرض‌ها برمیگرده به روش تفسیر و روش اجتهاد و روش فهم متن مقدس، روش فهم متون حقوقی و نحوه تنظیم رابطه در واقع به تعبیر قدما مولا و عبد، که مولا در اینجا خداوند هست و عبد هم همون بندگان هستند. ولی بعضی دیگر از اون پیش‌فرض‌های محتواییه، نه روش شناسانه. مثلا تلقی که فقیهان از خداوند دارن، یا تلقی که اونها از انسان دارن، تلقی که از تفاوت روانشناسانه زن و مرد دارن، یا تلقی که از جامعه دارن، تلقی که از دولت، از سیاست، از ساختار سیاسی، از اینجور امور دارن، یا پاسخهایی که در عمق ضمیرشون در باب مشروعیت سیاسی، منبع مشروطیت و اینجور چیزا دارن، تمام این پیش‌فرض‌ها تأثیر میذاره در فهم اونها در از متن مقدس. و اگر اون پیش‌فرض‌ها عوض بشه، در واقع فهم و برداشت ما هم از اون متن قهرن عوض خواهد شد. آیا ممکنه تحت تأثیر عقل مدرن امروزی اون پیش‌فرض‌ها تغییر بکنه؟ بله. و اون تبعیض‌ها از بین بره در ذهن متفکران اسلامی؟ بله. در واقع ببینید، ادعا اینه که این پیش‌فرض‌ها بیشتر از اون که مستند به خود متن باشه، مستند به اون پیش‌فرض‌های بیرون دینیه. توجه می‌کنید؟ اگر اون پیش‌فرض‌ها جای خودش رو به پیش‌فرض‌های درست بده، دیگه ما نمیتونیم اون تبعیض‌ها رو از دل اون متون در بیاریم و توجیه شرعی، پشوانه دینی درست بکنیم برای اون پیش‌فرض‌ها. به هر حال یکی از منابع استناد و تکیه فقها و حقوقدانان اسلامی عقل بوده و هست، در کنار اجماع و در کنار قرآن و سنت. آیا میشه این عقل در واقع متوسط بشری امروز که بر اساس تجارب امروزی هست هم باز به گونه ای یک مبنای قرار بگیره برای حل این تعارض اسلام و حقوق بشر؟ بله، قطعا باید همینطور باشه. به خاطر اینکه اول این نکته رو من عرض کنم خدمتون، ببینید همونجور که شما فرمودین، عقل رو در همون دیدگاه سنتی به عنوان یکی از منابع
استنباط احکام معرفی میکنن در کنار اجماع و در کنار قرآن و سنت. اما یه قیدی به اون عقل میزنن که اگر ما اون قید رو در نظر بگیریم، در واقع عقل تبدیل میشه به یک منبع بالقوه. اونها میگن برای این که ما بتونیم از حکم عقل به حکم شرع برسیم، باید نسبت به اون حکم عقل قطع و یقین داشته باشیم و این قطع و یقین هم به سادگی قابل حصول نیست. در واقع تا اونجایی که من میدونم دو تا حکم عقلی بیشتر نیست که مورد قبول آقایون فقها هست، یکی وجوب عدل، دیگری حرمت ظلم هست. توجه میکنید این دوتا رو در واقع اونها به عنوان احکام قطعی عقلی قبول دارن، اما سایر احکام عقلی رو اونها به خاطر اینکه ظنی هست و قطعی و یقینی نیست، معتقدن که از اون احکام ما نمیتونیم حکم شرعی رو استنباط بکنیم. بنابراین در مقام نظر اگرچه منابع احکام چهار تاست، اما در مقام عمل منبع عمده احکام روایات هست. نزد شیعه به خاطر اینکه حتی قرآن رو هم فقهای ما معتقدن که در پرتو روایات باید بفهمیم، یعنی روایات در واقع تفسیر قرآن هست. توجه میکنید در مورد اجماع هم معتقدن که اجماع به شرطی حجت هست که ما به نحو قطعی و یقینی به این نکته برسیم که امام معصوم در بین اون مجمعین بوده، و اگر بخوایم به این نتیجه برسیم باید باز مراجعه کنیم به روایات. بنابراین هم اجماع و هم قرآن به یک منبع برمیگرده به روایات، از اون ور عقل تبدیل میشه به یک منبع بالقوه احکام. بنابراین تنها منبعی که ما برای استنباط حکم شرعی در مقام عمل عرض میکنم، نه در مقام نظر و تئوری، تنها منبع عمده‌ای که ما برای احکام داریم همون روایات هست. و اون وقت اگر این روایات رو ما بخوایم تفسیر کنیم، خود این روایات صامتن، یعنی تا شما اون پیش‌فرض‌هایی رو که عرض کردم ضمیمه نکنید به این روایات، هیچ استنباطی نمیتونید از این روایات داشته باشید. و اون دو صدایی هم که دوست عزیزمون آقای علی جانی فرمودن در واقع برمیگرده به اختلافی که اون دو گروه در اون پیش‌فرض‌های بیرون دینی خودشون دارن. هر گروهی با یک سری پیش‌فرض‌های خاصی میره سراغ متن، بعد متن رو یک جوری میفهمه. بله. علی نظر شما چیه؟ جایگاه عقل رو در حل تعارض نسبت اسلام و حقوق بشر چگونه می‌بینیم؟ با توجه به اینکه عقل متوسط بشری میتونه بر پایه تجارب امروزین در عینی که در واقع جوهر و مایه مسلمانی رو حفظ بکنه، بتونه با تکیه بر عقل مجازات‌های خشن رو کنار بگذاره و تبعیض‌هایی رو که بعضن از نصوص دینی برداشت میشه رو کنار بگذاره، ولی زیست مسلمانی رو داشته باشه. با این گزاره چقدر شما موافقید؟ ببینید من هم میتونم بگم آره، هم میتونم بگم نه، چون این یه مقدار به تفسیر عقل و کارکردش برمیگرده و تاریخیت خود عقل. ولی در اینجا یک پیشفرضی وجود داره که در بحث آقای فنایی هم بود، من یه مقدار میخوام دقت بکنیم در اون پیشفرض، و اون اینکه متن صامته. بگم آن من متون صامت نیستن، یعنی یه نوع هرمنوتیک در واقع خواننده محور در اینجا فرض گرفته میشه. به گمان من هر گزاره‌ای رو، هر فهمی رو، هر معرفتی رو از هر متنی نمیشه به استنباط کرد. در یک دیالکتیک بین ذهن خواننده و ساختار متن هست که معنا ساخته میشود. بنابراین ساختار متن هم بر ساختن معنا مؤثره. یعنی متن شما نمیتوانید از درون متون مقدس بی خدایی بیرون بیارید، یا از درون کاپیتال مارکس سرمایه داری بیرون بیاید. یعنی ساختار متن هم در این کنش و واکنش، در این دیالکتیک موثره. بنابراین اینطوری نیست که متن یک خمیر مثلا تسلیمی باشه در برابر ذهن خواننده و خواننده هر گونه که بخواهد این متن را شکل میدهد. بگم آن من اینجا یه دیالکتیکی وجود داره. برای این اساس هست که خود ساختار متن هم اهمیت داره، که در سوال شما مرتب داره تکرار میشه که به هر حال اینا در متن هست. این رو فرض بگیریم، یعنی یه مقدار در واقع تدقیقی در اون بحث قبلی داشته باشیم. حالا ما ذهن خواننده، خواننده مدرن، نسبتش با عقل، با ذهن خواننده با
گذشته در تاریخ گذشته نسبتش با عقل متفاوت شده، ولی متن ثابتی است. بنابراین در این کنش و واکنش طبیعتاً متن هم تأثیراتی خواهد گذاشت یا محدودیت‌هایی رو تعیین خواهد کرد که از اون حوزه معنایی یا به عبارتی هستی سخت متن نمی‌شود خارج شد. حالا در این هستی سخت ما اینجا بحث فلسفه دین میاد که چه چیزی هستی سخت دین هست، چه چیزی نیست. اینجاست که این بحث عقل قدیم و عقل جدید ممکنه در تعیین حد و مرزهای این هستی سخت، یعنی چیزی ذاتی دین هست که اگر اون کنار گذاشته بشه طرف همچنان مسلمان بله. محسوب میشه. بله بله، این ممکنه اون هستی سخت در طول زمان تغییر بکنه، ولی به هر حال این بحث معرفت شناسی ربطی به دین هم نداره. شما حافظ رو هم بخونید، نمیدونم بحث مارکس هم بخونید، بحث کانت هم بخونید، به هر حال یک دو حوزه معنایی داره، یه هستی سختی داره به قول لاکاتوش و یه مدارهای پیرامونی. شما از اون هستی سخت نمیتونید عبور بکنید، ولی اون چیزی که در طول زمان تغییر کرده تلقی از این هسته سخت و نقاط پیرامونی است. اما اون چیزی که اینجا الان برای ما مشکل ساز هست عمدتاً احکام دینی است، درست؟ هرچند این بحث به گمان من فراتر از بحث احکام دینی است، بحث تبیینیات دینی هم هست، این بحث جهانشناسی متون مقدس هم هست، بحث هفت آسمان هم هست، بحث جن و ملک. بله، ولی بیشتر اون چیزی که در ولی ما اینو الان کنار میذاریم، حقوق بشر و مجازات هست، میشیم رو بحث در واقع احکام دینی. به نظر من بخوام یه مدار ملموسترش بکنیم، بحث اصلی اینجا تعیین نسبت با تغییر پذیری احکام هست. ببینید نواندیشان دینی چه در جهان قدیم، حتی این در جهان قدیم بخشی از شیعه، بخشی از معتزله، اسماعیلیه، اینها با یک برحال متدهایی، با یک روشهای خاصی سعی کردن اینها رو حل بکنن با بحث ظاهر و باطن دین که مثلا ما در اسماعیلیه میبینیم، یا بحث شریعت و طریقت و حقیقت که در عرفا میبینیم. اینا به هر حال نواندیشان جهان قدیم ما هستن. در دنیای جدید هم با بحثایی مثل فرم و محتوا، ذاتی و عرضی، ثابت و متغیر، مقتضیات زمان، ولی همه دارن به یک چالش، به یک پرسش پاسخ میدن و اون بحث تغییر پذیری احکام هست. نه. آیا مؤمنان میپذیرن تغییر پذیری احکام رو؟ به گمان من مؤمنان پذیرفتن، چه مؤمنان عادی یعنی عوام مذهبی، چه حتی روحانیت، نواندیشان دینی هم پیشگام بودند، به درجات مختلف این رو پذیرفتند، اما هر کدوم در جایی مشکل پیدا کردن، به بنبست رسیدن. من فقط یک نکته اضافه بکنم، به نظر من در نهایت اون چی که پاسخ، یعنی در واقع هسته سخت پاسخ بین پرسش رو تشکیل میده، بحث تاریخیت و عدم تاریخیته. یعنی پذیرش این هست که میتواند در متن دین اموری آمده باشد که جنبه تاریخی داره و یا اینگونه نیست. پاسخ دادن به این پرسش که به گمان من خود قرآن به این پاسخ داده، یعنی با بحث ناسخ و منسوخ خود قرآن پذیرفته، یعنی در صدر اسلام در دوران پیدایش و تکوین متن پذیرفته شده که میتواند بخشی دیگر رو کنار بگذاره. ولی الان در تعیین نسبت این دو صدا که به نظر میرسد صدای تاریخی است، متعلق به تاریخ گذشته است و صدایی که همچنان راهگشا است، برخی معتقدند مجموعه این دو صدا قابل تحقق هست، قابل دفاع هست. مثلا مرحوم مطهری این گرایش رو دارند، ایشون از در حوزه زنان از همه احکامی که در شرع آمده، چه در قرآن و چه در حدیث و چه حتی در فقه، یعنی چیزی که بر ساخته فقها بوده بیشتر، بخشی از نواندیشان دینی مثل مرحوم بازرگان اینها گفتن هر اون چیزی که در قرآن اومده، اساسا ببینید شعار بازگشت به قرآن شعار نواندیشان دینی است، اما اونی که شعار بازگشت به انجیل شعار رفورمیستای مذهبی در به صورت عصر روشنگری و دوران مدرن هست. اساسا اینها میخوان متن رو در برابر تاریخ دینی که در کلیسا، در مساجد، در حوزه ها تدوین یافته، این متن رو در مقابل اون قرار بدن. مثلا مرحوم بازرگان و دوستانی که متأثر از ایشون هستن میگوین هر حدیثی که مغایر متن باشه ما کنار میزنیم. بله. اما کسانی هم هستن که یک قدم جلوتر آمدن، به ویژه پس از جمهوری اسلامی، و معتقدن که برخی از این نکاتی که بوی تاریخیت میده در خود متن آمده و پذیرفتن یا میپذیرن یا حداقل تئوریزش کردن که در متن هم میتواند امور تاریخی باشه. حالا اینکه این مسائلی که امروزه شاید با عقل مدرن، با حقوق بشر، با دموکراسی، با حقوق زنان و و و نمیخواند، در دوران تاریخی خودش، یعنی در دوران تکوین خودش، اساساً رویکرد و کارکرد متفاوتی داشته که من این رو حالا در بخش بعدی خدمتتون مثال خواهم زد. آقای فنایی، شما نظرتون در رابطه با
سیر تکامل تاریخی اندیشه متفکران اسلامی و نسبت اون با مسئله اسلام و حقوق بشر چیه؟ چقدر فکر میکنید که در این سیر ممکنه این تفکر به تکامل برسه و ممکنه به مسئله حرمت انسان و مسئله رفع تبعیض و نرم‌های امروزین حقوق بشری این سیر تأثیر داشته باشه؟ اجازه بدید قبل از اینکه من به پاسخ این سوال شما بپردازم یک نکاتی رو اضافه کنم به توضیحاتی که دوستمون آقای علیجانی مطرح فرمودن. من با بسیاری از فرمایشات ایشون موافقم، از جمله در مورد توضیحی که ایشون در مورد رابطه متن و خواننده دادن. ببین، ما وقتی که میگیم متن صامت هست، منظورمون این نیستش که متن هیچ حرفی برای گفتن نداره و ما هر چیزی رو که بخوایم آزادیم به لحاظ منطقی و به لحاظ قواعد هرمنوتیک، هر چیزی که دلمون بخواد یا هر چیزی که به نظرمون میرسه میتونیم به متن نسبت بدیم. طبیعتاً متن یه سری ویژگی‌هایی داره، یه ساختاری داره، یک معنایی از پیش خود داره و یک سری قواعدی اینجا وجود داره که اونها دست و پای ما رو میبندن، یعنی یه محدودیت‌ها رو اعمال میکنن. ما در اون چارچوب فقط حق داریم یک چیزی رو از متن برداشت بکنیم. همون مثالی که ایشون فرمودن، مثلا هیچ کس نمیتونه از دل قرآن شرک در بیاره، توجه میکنید، یا از دل قرآن ظلم در بیاره، یا از دل مثلا کپیتال مارکس کسی نمیتونه تأییدی برای سرمایه داری در بیاره، توجه میکنید. اینها جزء در واقع اون هسته سخت متن یا اون کلیدهای هرمنیوتیکی هستن که اینها راهنمای فهم ما هستن برای بقیه اجزاء متن. بنابراین ما وقتی که میگیم که متن صامت هست، در واقع میخوایم تأکید بکنیم که نقش خواننده در فهم متن صفر نیست. یعنی متن حاصل تعامل و گفتگوی دو طرفه بین خواننده و متن هست. خواننده یه سری پیش‌فرض‌هایی داره، اون پیش‌فرض‌ها رو میاد زمینه میکنه به اون ساختار متن، ترکیب اون پیش‌فرض‌ها با ساختار متن اون معنا رو در واقع در ذهن خواننده به وجود میاره و تولید میکنه. این که گفتم که معرفت دین در واقع دو رکن داره، در واقع ناظر به همین هست. ما نه نقش متن رو میتونیم در اون معنا به صفر برسونیم و نه نقش خواننده رو. و این نکته اتفاقا در همون فهم سنتی از دین هم وجود داره. اگرچه هواداران اون قرائت سنتی از دین وقتی که صحبت میکنن یک جوری میخوان وانمود کنن که خواننده هیچ نقشی نداره. مثلا اگر مورد اعتراض قرار بگیرن میگن که آقا ما که داریم حکم خدا رو بیان میکنیم، مگه مثلا ما چیزی غیر از قرآن و سنت داریم میگیم؟ اینا همه چیزایی که قرآن و سنت گفته، توجه میکنید؟ مقالطه‌ای که در این سخن نهفته است در واقع اینه که اونها اون پیش‌فرض‌هایی رو که باید ضمیمه بکنن به متن تا از این ترکیب بتونن یک چیزی رو از متن استنباط بکنن و برداشت بکنن، اون پیش‌فرض‌ها رو نادیده میگیرن یا میپوشونن. یک نکته دیگری رو من میخواستم اضافه کنم به اون توضیحاتی که در مورد صورت مسئله دادم، خیلی کوتاه با توجه به وقت. یک جنبه مهم دیگری که ما باید بهش توجه بکنیم که این به تاریخ این بحث هم به نظرم خیلی مربوط هست و خیلی به ما کمک میکنه به اینکه نزدیک بشیم به حل این تعارض، اینه که وقتی که ما راجع به حقوق بشر، به ما حقوق بشر صحبت میکنیم، در واقع با یک نوع خاصی از حق مواجه هستیم که اون رو بهش میگن حق طبیعی. و این حق طبیعی حق اخلاقیه در واقع. اگر ما این رو بپذیریم که حقوق بشر حقوق اخلاقی هست، اون وقت تعارض اسلام و حقوق بشر تبدیل میشه به تعارض دین و اخلاق. اگر این نکته رو ما بپذیریم که اون تعارضی که باهاش مواجه هستیم تعارض دین و اخلاق هست، بعداً باید بریم سراغ این که ذهن خودمون رو اخلاق مقدم تعیین بکنیم در باب، یعنی یک موضع مشخصی رو بگیریم در باب رابطه دین و اخلاق. و اتفاقاً این اختلاف نظری که در اینجا وجود داره بین علمای اسلام و متفکران مسلمان، اعم از روشنفکران و نواندیشان دینی و متفکران سنتی و فقیهان، در باب نحوه حل اون تعارض اسلام و حقوق بشر، به نظرم اینا هر دو مبتنی بر دو تا پیش‌فرضه.
اون دو تا پیش‌فرض هر دو برمیگرده به رابطه دین و اخلاق. اگر شما بپذیرید که اخلاق بر دین مقدمه، نتیجه این پیش‌فرض، اگر این پیش‌فرض رو ضمیمه بکنید به متون دینی، اون چیزی که میفهمید از دین، دین در چارچوب اخلاق خواهد بود. بعد فهم شما از متون دینی دیگه هیچ وقت با حقوق بشر تعارض پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون حقوق بشر گفتیم که حقوق اخلاقی هستند. اما اگر معتقد باشید که دین مقدمه بر اخلاقه یا جایگزین اخلاق هست، این در واقع معناش اینه که اصلا حق طبیعی و اخلاقی نداریم. و اگر انسان‌ها حقی داشته باشن، این حق حق تشریعیه، بنابراین برای فهم این حق و اثبات این حق ما باید به متون دینی مراجعه کنیم. بله. با تشکر از آقایان ابوالقاسم فنایی، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه بیرمنگام، و رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و دین پژوه، که در بخش اول برنامه نقد و نظر در زمینه نسبت اسلام و حقوق بشر شرکت داشتند. در برنامه بعدی باز هم ما به این موضوع خواهیم پرداخت. ما رو از نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون آگاه کنید. شب و روز خوبی رو براتون آرزومندیم.